سلام خدمت شما بینندگان تلویزیون تیشک. با برنامه تحریم امشب نیز در خدمت شما هستیم و از زوایای مختلف مسئله تحریم انتخابات مجلس شورای اسلام. و روزنامه‌نگار، درود بر شما. به طور متقابل سلام من به شما و بینندگانتون و شنوندگان صدای ما. جناب آقای مرزبان، نظر جناب عالی در خصوص انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران چیه؟ آیا باید مردم ایران در این انتخابات شرکت بکنند یا خیر؟ اصلا جناب عالی چه تحلیلی از حکومت جمهوری اسلامی ایران دارین؟ آیا اگه مردم در این انتخابات شرکت بکنند و برن پای صندوقای رأی و نماینده انتخاب بکنند، به نظر شما مشکلی وجود داره؟ من 32 ساله که چیزی رو به نام جمهوری اسلامی در ایران به رسمیت نمیشناسم و هم در صفه مخالفش قرار داشتم و هنوزم هست. بنابراین نه مجلسش معنا میشناسم و نه خود رژیم رو و نه کسانی رو که به نام این رژیم کار میکنن. مردم اگر به روحیه انقلابی قدیمشون رو پیدا کنن، حتی یک روز این رژیم رو تحمل نمی کنن، چون این رژیم نه جمهوریه و نه ملیه و نه منتخبه، تحمیلیه. ببینید، من در خارج از کشور زندگی می کنم، به جای زندگی مردم نمیتونم تصمیم بگیرم، اما میدونم که به هر حال مردم شونه زیر بار تحمیلات و ستمهای این حکومت دادن. یک جایی باید این شونه رو از زیر بار حکومت بکشن بیرون، باید در برابرش بایستن و باید نفیش کنن، چون این حکومت همونطور که گفتم به هیچ وجه جمهوری نیست و به هیچ وجه اسلامی هم نیست که جعل شده است. ببینید، نفس عنوان جمهوری اسلامی مجعول جنگ، پایان جنگ جهانی دوم در پاکستان مطرح شده بر اول بار، و نفس دین، حکومت دینی با جمهوریت مباینه. جمهوریت حکومت مردمه، باید مردم جمهور، یعنی کل مردم باید درش حضور داشته باشد و اراده اونها باشه. وقتی که مردم حضور ندارن در حکومت، طبعا جمهوری نیست، اسلامی هم نیست، بابت اینکه یک گروه، یک قشر معینی از اسلام به عنوان روحانیت شیعه دست روی حکومت گذاشته و یک استبداد، یک خلافت به وجود آورده. این خلافت، این نه جمهوری نه اسلامی، به این اعتبار میخوان خلافت شیعه رو برقرار کنن در ایران. این نظام چنان رفتاری داره که اجازه حضور مردم رو به این صورت نمیده. تمام قوانینش و مقرراتش بر مبنای افسار کردن مردمه. این رژیم، این حکومت چیزی به نام سپاه پاسداران انقلاب درست کرده که اساساً به معنای قوه جبهه‌ای حکومت، که حاکمان در برابر سرکوب، برای سرکوب مردمه، و این در قانون اساسیش هم وجوده، کما اینکه دادگاه انقلاب داره. انقلاب در ایران کی شد؟ 32 سال، 33 سال پیش انقلاب شد. این هنوز در قانون اساسیش دادگاه های انقلاب رو علم کرده و داره دنبال میکنه و
عمل میکنن به اینها. این در واقع یک تعبد مذهبی، یک تعبد عقیدتیه و هیچ ربطی به حکومت و عدالت و حقوق بشر و مسائل جاری سده 21 باید مردم آماده شن که سرنگونش کنند. در همه زمینه ها باید باهاش برخورد کنند، از جمله تمکین نکردن از حکومت در انواع موارد هست، از قبیل مالیات دادن، از قبیل انواع کارهایی که با دولت سرکار پیدا میکنه. خیلی متشکر از جناب آقای رضا مرزبان، نویسنده و روزنامه نگار. جناب آقای جمشید گلمکانی، درود بر شما. با سلام. آقای گلمکانی، به نظر جناب عالی به عنوان یک فیلمساز و روزنامه نگار، فکر میکنین آیا باید در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد یا اونو تحریم کرد؟ به نظر جناب عالی چرا باید اونو تحریم کرد؟ چرا نباید در انتخابات شرکت کرد و تحریمش کرد این انتخاباتو؟ آیا جناب عالی اگه به عنوان یک شهروند امکنون در ایران بودین در این انتخابات شرکت میکردین؟ من میتونم به عنوان یک ناظر، کسی که اتفاقای سیاسی ایران در 35 سال گذشته از نزدیک پیگیری کرده و با توجه به شغلی که دارم اینجا در فرانسه و تحقیقاتی کردم، شناختی کردم دارم از یک نظام دموکراتیک، معنیش این نیست که تمام نظام ها اونچه که در غرب هست، در دموکراتیک در اروپا در جریان هست، همشون آزادی خواهانان هستند، دموکراتیک هست، درست هست، منظورم این نیست. ولی درستش بر این اساسه که وقتی که مردم تجربه انتخابات ریاست جمهوری 2 سال و نیم پیش رو دیدن، فکر کنم این تجربه بزرگیه براشون که ببینن، بدونن و تشخیص بدن که اصلا جوهره جمهوری اسلامی نظر مردم براش اصلا اهمیتی نداره. این حکومت اساسش بر پایه نظر و طرز تفکر مردم و شهرونداش و تک تک ایرانی‌ها ساخته نشده. در ایران یک حداقلی هست که حکومت رو در دست داره و سعی می‌کنه یک مقداری از بازی‌های دیپلماتیک و پارلمانی و سیاسی رو برای چه در سطح کشور و بیشتر به خاطر خارج از کشور اینها رو بازی کنه و انجام بده. ولی در بطنش این حکومت در 31-32 سال گذشته نشون داده که نظر مردم براش هیچ اهمیتی نداره و هر وقت خواسته بر نظرات مردم، روی نظرات مردم پا گذاشته و سیاست‌های ستیزگرانش رو با مردم به اجرا گذاشته. ببینید، اگر من به عنوان یک شهروند امروز در ایران زندگی می‌کردم و تمام این مسیرهای خیلی سختی که هموطنهای من در داخل کشور گذروندند رو من هم گذرونده بودم، خب مسلماً به این نتیجه می‌رسیدم وقتی می‌دیدم که رأی من، نظر من فقط یک ابزار و وسیله‌ای هست که بتونن باهاش بازی موقتی بکنن که به نوعی مشروعیت نظام رو در شرکت کردن و تعداد آدم‌ها نشون بدن. خب مسلماً وقتی می‌دیدم من به عنوان یک شهروند هیچ ارزش و نظرم، رأیم هیچ ارزش عملی اجرایی نداره و با توجه به اشاره‌ای که کردم، خب نمونه مشخص‌ترش انتخابات ریاست جمهوری 2 سال و نیم گذشته بود، خب مسلماً من شرکت نمی‌کردم و با تمام توانم به عنوان یک ایرانی که کشورش رو دوست داره و به عنوان یک ایرانی که می‌خواد هرچه بیشتر، هرچه زودتر آزادی و برابری و عدالت در کشورش ایران برپا بشه، با اطرافیانم صحبت میکردم، به بحث میشستم و این نظراتم که این رأی دادن در چنین حکومت
استبدادی هیچ معنی نداره و فقط یک بازی ساده گذراست رو با اونها هم به بحث میذاشتم و سعی میکردم که تعداد آدمهایی رو که عین من عمل کنن و به تعداد نفرات رای دهنده در صندوقهای انتخابات اضافه نکنن قانعشون کنم و به این ترتیب سعی کنم به نظر خودم از تعداد آدمهایی که به صندوقهای رای دهی میرن تعدادشون کمتر و کمتر و کمتر بشه. خیلی متشکر از جناب عالی، جناب آقای جمشید گلمکانی، روزنامه نگار و فیلمساز. بینندگان تلویزیون تیشک، به پایان برنامه امشب تحریم رسیدیم. تا شبی دیگر همه شما را به خدا میسپارم. شب خوشی داشته باشید. بدرود.